یه برد بلند قدیر رونمایی و در شبکه یک پارچه پدافند کشور عملیاتی شد. کشف اهداف هوایی، هواپیماهای رادارگوریز، موشک‌های کروز و بالستیک، اهداف با سطح مقطع بسیار کم و نیز ماهواره‌های در مدار پایین یا لئو از قابلیت‌های این سامانه راداری است. امروز صبح که به محل ماموریت خود می‌رفتم، فکر کردم وقتی یک دستاورد سپاه در اختیار پدافند هوایی ارتش قرار میگیره، نشان همدلی و قدرت دفاعی کشور رو میرسونه که همه اینها در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه. سعی میکنیم که نیروهای مسلح همیشه یک پارچه باشه. سپاه و ارتش و بسیج و ناجا و وجا نداره. همه مردم در حقیقت سربازان آقای امام زمان هستن در جمهوری اسلامی ایران. الحمدلله فضای بسیار خوبیه، فضای برادریه، مودت دوستیه. اما سامانه برد بلند قدیر که امروز وارد چرخه عملیاتی شد، برد حدود 1100 کیلومتر و ارتفاع 300 کیلومتر را داراست و بیش از 100 آنتن با قابلیت گردش 360 درجه بر روی این رادار نصب شده. از جمله قابلیت‌های سامانه راداری پیشرفته قدیر، کشف هدف به صورت سه‌بعدی با ارتفاع بسیار کم و دائم کار بودن اونه. این رادار همچنین از تکنیک‌های تشدید فرکانس به هم پیوسته و دیجیتال استفاده می‌کنه و قابلیت کشف آن توسط موشک‌های رادارگریز بسیار پایین بوده و از پیشرفته‌ترین تکنیک‌های منحصر به فرد در تمام شرایط آب و هوایی بهره‌مند است. این سامانه راداری از تکنیک رزونانس یا تشدید فرکانس با به هم پیوستن تکنیک دیجیتال بیم فورنینگ استفاده میکنه. راداری سه‌بعدی است که بیش از 1000 کیلومتر برد عملیاتی اون هست. در حقیقت به جهت بهره‌گیری از نسبت سیگنال به نویز بسیار پایین، در برابر جنگ الکترونیک دشمن بسیار مقاوم هست. تمامی مراحل تحقیقات و طراحی و تولید سامانه راداری قدیر به همت سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه انجام شده و در سامانه یکپارچه کشور قرار گرفته. سید حسین کاظمی، خبرنگار اعزامی شبکه خبر، سایت شهدای بعثت، گرمسار.